فرشنگ پیغامی، خاله برادران فرزاد و فرهاد طاهازاده همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم پیغامی و سپاس از ارتباطتون. اطلاعاتی دارین درباره این دو برادر؟ سلام و درود، خسته نباشید. امروز پنجمین روز از مفقود شدن فرزاد طاهازاده میگذرد. ما به عنوان خانواده وی به شدت نگران سلامت او هستیم، زیرا 5 روز است که از سلامت و اطلاعاتی در دست نداریم و نمیدانیم پسرمان در چه حالی است. در مورد وضعیت فرزاد و فرهاد بیشتر از شما بشنیم و اینکه خواسته مردم، خواسته خانواده اونها از مردم و نهادهای حقوق بشری چیه؟ خواسته ما از نهادهای حقوق بشری این است که خانواده ما تا حالا حق انتخاب وکیل برای این دو جوان سیاسی نداشتند. حق ملاقات دیدن بچه هایشان را نداشتند. خواسته ما این است که محاکمه عادلانه برای این دو جوان صورت بگیره. تا اینجا چه کارهای برایشون انجام شده؟ در واقع چه از حیث حقوقی، چه نهادهای حقوق بشری، چه خود خانواده، چه پیگیری هایی رو انجام دادن؟ از طرف نظام یک وکیل گرفته شده، ولی هیچ گونه پاسخگویی متاسفانه از طریق وکیل نداشته ایم تا حالا. در واقع چه رأی برایشون، چه اتهامی متوجه اینشون شده که این اندازه خانواده نگران اجرای حکم اعدام ایشون هستن؟ این دو برادر در واقع اتهام بهشون زدن متاسفانه. اتهام محاربه. بله، بدون هیچ گناهی، بدون هیچ جرمی داشتن زندگی مشغول زندگی عادی خودشون بودن، تا اینکه یک شب به اعتراضات به مردم پیوستن، الان باید حکم محاربه بگیرن بدون هیچ گناهی، بدون هیچ جرمی. شما پیشتر اشاره کردین که خانواده رو هم خیلی تحت فشار قرار دادن، پدر و مادر این دور، بیشتر در این باره برامون میگین؟ بله، خانواده ها رو تحت فشار قرار دادند که سکوت کنید و وگرنه به ضررتون تموم میشه. درسته، اطلاع رسانی نکن. اما با این حال میدونین که حکم محاربه براشون صادر شده و احتمال داره که متاسفانه حکم اعدام اجرا بشه، که امیدواریم فعالیت های حقوق بشری مانع از اون بشه. سپاس از شما خانم پیغامی.